جلسه 31 درس رو در ادامه در خدمتون هستم. تو این جلسه ابتدا راجع به در واقع مدل 2D صحبت میکنیم و اون در واقع مدل ویرچوال سورسمون که توی دو جلسه قبل حالا لول 0 عنوان کردم با این تصحیح در واقع ولتاژ حل پتانسیل 2D به تبدیلش میکنیم به لول در واقع 1 یه قدم در واقع تصحیح دو بعدی انجام میدیم. دیوایس های امروزی حالا چه بالک سیماس باشه چه هر چیز دیگه ای، این برای بالک ببینیم که فقط این نقاشی واقعی رو اینجا گذاشتم که ببینید اصلا شبیه این نقاشی های در واقع معمول ماسفدی که میگشیم نیست و احتمالا از همینجا حد میزنید که لازم داریم که برای در واقع نقاط مختلف توی بالک بتونیم در واقع پتانسیل دو بعدی حساب کنیم. حالا ببینید تأثیر این پتانسیل دو بعدی در واقع چطوریه. شما برای یک دیوایس لانگ چنل اگر VDS مثلا یه دفعه 1 ولت داشته باشید، یه دفعه VDS مثلا 50 میلی ولت، اینو دیده بودیم. و حالا اگر یه جایی رو مثلا جریان مرز تعیین کنید، اونجا ولتاژ ترشولد دیده بودین که تابع در واقع ولتاژ درین سورس میتونه باشه و این شیفتشو با اسم دیبل اسکو داشته بودیم. شیب این خطا هم در واقع ساب ترشولد سوینگمون رو تعیین می‌کنه. دقت کنید اگر دیوایستون رو شورت چنل کنین، چیزی که می‌خوام تو این جلسه نشون بدیم اثرات 2D، اگر هر چقدر کوچیک‌تر کنید این 2D افکت ها باعث میشه که دیبلتون بیشتر بشه. اولا ساب ترشولد سوینگتون در واقع بزرگتر بشه یا شیب خطا کمتر بشن. این در واقع باعث میشه که در واقع جریان آف بودن دیوایسمون بیشتر از اون چیزی که انتظار داریم بشه و یک نکته دیگه در واقع انگار ولتاژ ترشولدمون رول آف میکنه، این چیزی که اصطلاحی که احتمالاً درس قبل دیدید. اگر خیلی خیلی دیوایستون کوچیک کنید، حتی کوچکتر هم بکنید، در واقع جریانتون بر حسب ولتاژ، اینا LN جریان هم هستن بر حسب VGS هم. اگر اینجوری بشه یه خطی شبیه این خط آبی میشه. این خط آبی در واقع مال وضعیتیه که ناحیه تخلیه در واقع سورس و درین انقدر به هم نزدیک شدن که در واقع این سد پتانسیلی که بین در واقع سرای الکترون هست اصلا برداشته شده و در واقع پانچ دور اتفاق افتاده، یا حالا با هر اصطلاحی که تو درس قبل در واقع خوندی. این فقط نکته این هست که چطور پتانسیل توی راستای حلش توی راستای اکس هم مهم میشه. ما قبلا فقط اینو تو راستای وای حل میکردیم. در واقع اگه بخوام این معادله رو کامل بنویسم اینجوریه که خب ما دل دو سای برابر با منفی رو اکس و وای روی اپسیلون رو باید حل کنیم، که در واقع اینجا دل دو سای اکس و وای اگه بخوام درست تر بگم دنبال حل کردن اینیم. اگر دقت کنید توی حل معادله 1 بعدی، یعنی اینو فقط تابع وای میگرفتیم و مثلا توی این راستا انرژیامونو حل میکردیم، معادله تبدیل میشد به اینکه اگه 1D میگرفتم تبدیل میشد به اینکه روندو سای به روند x2 برابر میشه با منهای رو تقسیم به اپسیلون و رو منفی qna بود، این میشد qna تقسیم به اپسیلون نیمادی. حالا اگر مسئله رو 2D در نظر بگیریم ببینیم چی میشه، که روندو سای بروند x2 به اضافه روندو سای بروند y2 برابر میشه با در واقع همین پارامتری که اینجا داریم. شرط تقریب، شرط درست بودن یا معتبر بودن تقریب 1D، این کاری که تا اینجا انجام میدادیم اینه که حالا میتونیم بگیم در واقع اینه که روندو سای به روند در واقع وای دو به مراتب این یک دی وای بود، تو راستای وای حل میکردم، این اشتباه کردم، این وای، خب تو راستای وای دو این ترم وای دو به مراتب بزرگتر از روندو سای به روند اکس دو باشه. اگر چنین باشه در واقع جواب 2D تقریبا با جواب 1D یکی میشه. حالا اگر اینجوری نباشه، تو درس قبل با یه توضیحات و تفصیلاتی در واقع این که چجوری اینو به اون
برسونیم دیده بودید. مثلا اینجوری میگفتیم که این بارهایی که زیر کانال هستن یه تعدادشون مثلا این تعدادی که قبلا داشتن با مثلا گیت کنترل میشن، حالا یه تعدادی اینجاها بیشتر با سورس و درین کنترل میشن. اگه یکم حالا چون بزرگتر شدیم بخوایم درست‌تر صحبت کنیم، شاید بتونم اینجوری بگم که حالا اگه مسئله دو بعدی رو میخوایم حل کنیم، اگر این روندوی سایبر روند اکستر رو ببرم اون طرف معادله، روندوی سایبر روند وایدو که در واقع جواب معادله یه بعدیمون هست میشه QNA روی اپسیلون S منهای روندوی سایبر روند اکستر. و اگر شما در واقع شکل در واقع حل یک معادله مثلا اینو عددی بردارید، سایتون رو بر حسب X و Y حل کنید، یه همچین چیزی میبینید. اجازه بدید یه همچین چیزی میبینید. و در واقع برای این قسمت کانال که حالا به این نقاشی مجدد رجوع میکنم، اینه که در واقع مشتق دوم پتانسیل بر حسب مکان انگار مثبته. این انحناء به سمت پایین داره علامت مشتق دوم نشون میده. و حالا البته این انرژی و سایت توی منها با هم فرق دارن. پس به این ترتیب اگر بخوام اینو این ترم، این یه ترم در واقع مثبت میشه و مقداری این QNA رو اپسیلون رو کم میکنه، انگار این که بگم این QNA افکتیو دارم که NA افکتیو هم الان میدونم که کوچکتر از NA هست. و اگر خاطرتون باشه معادله در واقع ترشول توش حالا یه ولتاژ فلت بند داشت، من مجبورم ریز بنویسم، به اضافه یک لیتر سی اکساید، ایناش مهم نیست، دو کیو، اینجا یک NA داشت که حالا اینو با یک رنگ دیگه بنویسم، در واقع NA افکتیو انگار در حالا اپسیلون دو تا فای بی به اضافه دو فای بی اگه یادتون باشه. خب الان انگار این NA افکتیو کم شده، چون NA افکتیو کم شده انگار ولتاژ ترشولد دیوایس کمتر شده و دیوایس زودتر داره روشن میشه. اینو از روی در واقع ارتفاع سد انرژی اینجا یا اون چیزی که اسمش رو دیبل میذاشتیم هم حالا میتونستیم توجیه کنیم، ولی حداقل حل معادله پواسون هم اون چیزی رو به ما میگه که در واقع انتظار داریم. یک جور دیگه هم میتونم در واقع به این مسئله نگاه کنیم، این برای اینکه چطور ولتاژ ترشولد کم میشه و کم شدن ولتاژ ترشولد در واقع هم عرض زیاد شدن جریانه یا همین نقاشیایی که اینجا میبینیم. جور دیگه ای اگه میخواستم بیان کنم، من میتونستم در واقع نوارهای انرژی رو به ازای یک دیوایس نسبتاً لانگ چنل و دیوایس شورت چنل تر در واقع براتون نقاشی بکشم. فرض کنید به ازای یک VDS خیلی کم در واقع لبه باند کاندکشنی که میدیدیم مثلا یه همچین نقاشی داشت. فرض کنید دیوایس به اندازه کافی طولش دراز هست. اگر این رو یه VDS بزرگتری بهش اعمال کنید، در واقع نقاشی بند استراکچرمون اینجوری میشه. بذاری VDS بزرگتر و حالا میبینید این صدی که سر راه حامل ها هست، یه ولتاژ اینجا که در واقع ایه بریر بهش بگم، این ایه بریرمون برابر با کیو برابر ولتاژ بیلتین منهای فای اس هست. حالا شما با تنظیم ولتاژ گیت میتونید در واقع فی استون رو کم و زیاد کنید، ولی با تغییر در واقع ولتاژ درین میبینید که این تغییر نمیکنه. اگر این دیوایس در این حد لانگ چنل باشه، اگه شما در واقع IDSش و LN جریان رو بحث VGS رس کنید، معنیش اینه که این خط زرد و قرمزتون میفته رو هم. یعنی بخوام نقاشی بکشم، به ازای یه VDS بزرگ اینجوری میشه، به ازای یه VDS کوچکتر اینجوری میشه. عملا این نقاشی هم عرض اینه که اصلا دیبل نداریم. حالا اگر شورت چنل تر بشه دیوایستون، طول کانالتون کوتاه‌تر بشه، نقاشیم هم در واقع اینجوری میشه. حالا برای نقاشی شما اگه VDS اعمال کنید از اینجا شروع میشه و این خمش نوارهایی که اینجا میبینید رو در واقع چگالی دوپند این الکترون‌های این زیر داره تعیین میکنه. با این خمش شما اگه شروع کنید از این ور، میبینید که در واقع میزانی سد سر راه حامل‌های اینجا تحت تأثیر در واقع ولتاژ درین هم قرار میگیره. یعنی یک دلتای ای بی دارید، علاوه بر اون ای بی که داشتید دلتای ای بی به این دلیل که به این میگن دیبل. این اسم اصلا از اینجا آوردیم، درین ایندیوس بریر لوورینگ، یا
یعنی این سدی که سر راهی هست به این ترتیب کاهش پیدا کنه. و میشه گفت که حالا تغییراتی که تو جریان درین سورس داریم، اگر به جریان درین سورس حساب کنید، چون این جریان که از اینجا رد میشه، جریانی که از اینجا رد میشه به تعداد الکترون هایی که میتونن رد شن به صورت نمایی با ای به توان منفی ای بی روی کیتی نسبت داره. حالا اگه ای بی رو شما به اندازه دلتا ای کم کنید، این جریان انگار به صورت ای به توان دلتا ای بی به کیتی داره زیاد میشه. اگر توی نمودار LN جریان بر حسب VGS بخوایم بگم، اینجوریه که حالا خط قرمز بذار یه VDS مثلا 1 ولت و خط سبزتون بذار یه VDS های پایین‌تر حالا با هم فرق دارن، که این دیبل بود. این چیزی که اینجا حساب کردیم میشه تعبیر به این کنم که حالا مثلا توی یک جریان ثابت، توی یک ولتاژ ثابت در واقع چه میزان جریان افزایش بده. این میزان اختلاف اینا در واقع داره همین عبارتی که بالا میگم رو توصیف میکنه. دقت کنید، اگر در واقع دیوایس خوب باشه میشه گفت مثلا این شیب این خط یا ساب ترشولد سوینگ میتونه خیلی عوض نشه، تقریبا میتونه ثابت باشه و این ترم بهش در واقع دیبل اضافه بشه، ولی چندان ساب ترشولد سوینگ عوض نشه. اگر دیوایس رو خیلی خیلی کوچیک کنیم، گفتیم میتونیم وارد ناحیه‌ای بشیم که مثل این مثالی که اینجا زدم، در واقع پانچ درو رو ببینیم که اونو اصلا دوست نداریم. خب حالا اجازه بدید من اینو تموم کنم. من یه نکته اینجا بگم و اینکه دیوایس های امروزی دوست داریم که اسکرینینگ داشته باشن. این کلمه اسکرینینگ رو شاید قبلا توی در واقع ماسفت از یه جای دیگه شنیدیم. مثلا اگه یه یونی داشتیم که کنارش یه مش بار منفی بودن، این خطوط میدان که از این شروع میکنن خلاصه بار منفی رو به طرف خودش جذب میکنه، یه مقدار میاره و خطوط میدان اینجا تموم میشه. اگه من پتانسیلمو بخوام به حسب مکان رصد کنم، از این نقطه مثلا این مرکز یون رو شما صفر بگیرید، اینجوری شدیدن پتانسیل در واقع خیلی شدید سریع کم میشه و به صورت ای به توان منفی فاصله تقسیم به یک چیزی که بهش میگفتیم دیوایلنس تغییر میکنه. دیوایلنس هم خودش با یک روی رادیکال دوپینگ نسبت داشت، حالا اپسیلون کی تی هم چیزای کیو دو ان، که چقدر جگالی الکترون حوالی بیشتر میکردید دیوایلنس کم میشد، اسکرینینگ بیشتر اتفاق میفتد. این کلمه اسکرینینگ رو بذارید کنار. کاری که ما در واقع برای ساختن یک دیوایس خوب داریم، دیوایسی هست که بتونه این فانکشنالیتی رو انجام بده، جیومتریک اسکرینینگ رو برامون انجام بده. حالا این جیومتریک اسکرینینگ یعنی چی؟ یعنی که شما باز بذارید همین نقاشی دیوایس هم رو بکشم، یک ناحیه مثلا امپلاس برای سورس و درین دارید و حالا مثلا یک گیتی هم این بالا دارید و یک اکسیدی این وسط. شما یه سری خطوط میدان تصور کنید که از اینجا شروع میکنه در واقع خطوط میدان ساده کردن، در واقع ساده شدن، یه تعدادی تو بالک ختم میشه و یه تعدادی هم در واقع به بارهای زیر این کانال. دیوایس خوب دیوایسیه که در واقع خط میدانی نداشته باشه که بیاد این نزدیکا. اگر اینو نداشته باشه هیچ خط میدانی، یعنی خط میدان یا اینجا میرن یا اینجا. اگر این فاصله ای که خطوط میدانی که از مثلا درین شروع میشن ادامه پیدا میکنن، اسمشو مثلا یه دلتا اینجوری بذارن، اسکرین لنز بذارم، این دیوایس با این نقاشی برای طولهای کوچکتر از لاندا کار نمیکنه. یعنی اگه بخواد درست کار کنه باید الش از لاندا بزرگتر باشه. این حدوداً میشه گفت ال 2-3 لاندا. حالا همینجوری اگه بسی که که شما لاندا رو فعلا نقاشی کشیدن بسی که این دلتای فکر کنم دلتایی که اینجوری میکشید در واقع چجوری تعریفش کنه. بذارید من یه در واقع کیس واقعی سیمولیشنی بیارم خدمتتون. بله، این در واقع این نقاشی که اینجا میبینید حاصل سیمولیشن یه دیوایس مثلا 20 نانومتریه و این ورم میبینید نزدیک 3 نانومتر ضخامت سیلیکانمونه، یک ساختار دابل گیت. و الان میبینید با همین نقاشی که اینجا میبینید همه خطوط میدان که درین شروع میشن در واقع به گیت ختم میشن، حالا از طریق اکسید و کسی تا اینجا نمیاد. به این معنی صدی که سر راه الکترون هایی هست که از اینجا میخوان بیان هیچ تحت تاثیر ولتاژ درین قرار نمیگیره و ما در واقع گرفتار این
در واقع لوورینگ نمیشیم یا کمتر میشیم. به این ترتیب میشه در واقع یه فاکتوری برای این در واقع لاندا تعریف کرد که و نشون داد که لاندای بالک از لاندای یه ساختار SOI بزرگتره و SOI یعنی میتونه تا طولهای کوتاهتری رو جواب بده و در واقع این حل مسئله تودی دا به ما اینو میگه. و SOI اگر بخوام یه مقداری بهترش کنیم میتونیم دابل گیت SOI استفاده کنیم مثل این ساختار اینجا. باز این لاندای کوچیکتری به ما میده، هر چقدر این دابل گیتش کنید این خطوط میدان رو مجبور میکنه زودتر تموم بشن. اینو حس رو از در واقع الکترومغناطیس دادی. و بهترین ساختاری که احتمالا میشه تصور کرد یک در واقع ساختار نانوایر یا آل اراوند گیت، اینجوری که مثلا یه استوانه تصور کنید و شما دور تا دور استوانتون رو یک گیت بگذارید، حالا با فاصله اکسید به ترتیب سورستون این وره درینتون این وره و یه ساختار اینجوری دارید که گیت دور تا دور این پیچیده شده. این که از لحاظ هندسی کوتاه‌ترین لاندای ممکن رو میتونه بده. یه آقایی به اسم یان تاور هست که ایشون یه کتاب خیلی خوب هم داره که در واقع کتاب موضوعش در واقع به اصول ادوات ربط داره، نه ادوات، برای درس قبلی هم میتونید استفاده کنید. این یه سری پیپر داره که در واقع پیپراش اومده این ساختاری که اینجوری تعریف میکنه رو برای هندسه های مختلف استخراج میکنه و نشون میده که اگر مثلا الیتون هولوش سلاندا هم باشه هنوز دیوایستون خیلی خوب داره روشن خاموش میشه. این مدل حل 3D رو میشد جورای دیگه هم نشون بدید. قدیمی تر حتی یه مدلی که خود استادی که من دانشجوش بودم ارائه کرده بود این بود که این در واقع ولتاژ این وسط رو از روی توصیف در واقع ببخشید اینجا جا شد از روی توصیف یک مسیر خازنی به گیت و یک مسیر خازنی به در واقع سورس و درین بیان میکرد. شاید برای دیوایس های بزرگتر این خیلی مدل ساده تری باشه و بشه درکش در واقع حل این معادله پوآسون رو با چون مسئله الکتروستاتیک میشه با یه مش خازن بیان کرد و حالا نسبت این خازنا تعیین میکنه که در واقع این ولتاژ اینجا چقدر با گیت کنترل میشه و چقدر با سورس و درین. خیلی خوب، ما کاری که برای مدل در واقع ویرچوال سورس کردیم دقت کنید این بود که یه بار دیگه این حل لبه باند رو بکشم خدمتتون. مثلا یه حل این شکلی داشتیم، این حل رو برداشتیم یه نقطه ای رو اسم گذاشتیم نقطه ویرچوال سورس و اونجا رو حالا اگر مبدا مثلا x مساوی 0 قرار بدم گفتیم میتونیم در واقع کیو ان رو در این نقطه صفر به منفی سی اینورژن در وی جی منهای وی تی رب بدم. دقت کنید که این مسئله در جاهای دیگه اینجوری نبود، چون جاهای دیگه ما شدیداً در واقع میدان تو راستای وای داریم یا روند سایب روند وای داریم. این شاید این انتخاب نقطه ویرچوال سورس به این دلیل بود که این نقطه در واقع کمترین وابستگی رو به ولتاژ درین داره. شما الان میبینید توی نقاشی که اینجا کشیدیم، اگه بتونم بزرگترش کنم سلکتش کنم، خب این نقاشی رو بذارید یکم بزرگتر کنیم، حالا اونا میره زیرش. دقت کنید که اتفاقی اینجا میفته ولتاژ های پترن ولتاژ های نقاط دیگه شدیداً تابع وی دی اس هن. هر چقدر به درین نزدیک میشید خب معلومه تابعش وی دی اس بیشتره، ولی این نقطه بعد از مقداری که VDS این رو کاهش میده دیگه بعد از این دیگه ظاهرا این نقطه یا این صدی که سر راه حامل هامون هست چندان تابع VDS نیست. برای همین این در واقع چیز خوبی بود. فقط یه تاثیر کوچیکی که میتونستید انجام بدیم و تاثیر دیبل رو تو این ببینیم، مثلا همینجا که دیبل اندکی این صد سر راه اینا رو کم میکنه میتونستیم بگیم VT در واقع یه VT صفریه منهای دلتا VDS. این دلتا هم در واقع نوتیشنی که آقای در واقع لاندستروم برای دیبل داره استفاده میکنه. این دلتا یعنی چیه؟ این که مشتق گیری و اینا توی کلکولس استفاده میکنید نیست، دیبل یعنی درین ایندیوس برای لوورینگ به حسب میلی ولت پر ولت. خب به این ترتیب
این مثلا این دیوایسی که اینجا میبینید که یه سیمولیشن عددی اینو تعیین کرده که ولتاژ در طول چنل چجوری عوض میشه به ازای VDS های مختلف، نشون میده که مثلا یه دیوایس خوبه، دیوایس خوبیه که تقریبا این صدی که سر راه حامل ها اینجاست چندان تحت تاثیر VDS بعد از یه مقداری قرار نمیگیره. خب با دونستن این در واقع داستان که این در واقع پروفایل 2D چطور میتونه در واقع دیبل و جریان آن آف رو عوض کنه، میریم اون مدل صفری که برای ویرچوال سورس مدل ارائه کردیم بر اساس این نقاشی اینجا رو مقدار کوچیکی تصحیح میکنیم و اسم اون تصحیح اون میذاریم در واقع مدل لول 1. خیلی خوب، محض یادآوری من اینجا در واقع مدل لول 0 ویرچوال مدل رو آوردم اینجا براتون. این مدل خیلی خیلی در واقع زیادی ساده شده است، به این ترتیب که مثلا شما اثر دیبل رو دارید ولی اثرات مثلا 2D رو ندارید، اثر جای دیگر رو ندارید. این کاری که در واقع تو این جلسه میخوایم بکنیم اینه که حالا میدونیم که این مدل از کجا در واقع میاد. اگر ما در واقع بند استراکچر رو بخشید، اگر من لبه ESC رو خدمتتون بکشم، یه تصحیح اگه بخوام این مدل بکنیم، باند در واقع لبه ESC سورس اینجاست، لبه ESC درین اینجاست، یه نقطه داشتیم به اسم در واقع ویرچوال سورس اینجا که توی در واقع اکسون سایی و صفر بود، در این نقطه خاص میتونستم تو این نقطه بشینم و جریان در واقع واحد تور رو به در واقع بارهایی که در این نقطه بودن ضرب در متوسط سرعت حرکت بارها در همون نقطه در واقع ربطش بدم و به این ترتیب جریان حساب کنم. راجب QN0 هم صحبت کردیم، یعنی باز اگر این به این ترم در واقع توجه بیشتری بکنیم، اینجوری بود که QN0 مون دیدیم که باز میتونیم به دو ناحیه ساب ترشولد و اباوت ترشولد تقسیمش کنیم که زیر ترشولد در واقع رابطه که برش به دست بودیم QN بود منفی M منهای 1، این M منهای 1 در سی اکساید KTQM E به توان QVGS منهای VT M. دقیقا این فاکتور M اینجا توی این رابطه اینجا نیمده و مدل صفر، حالا میخوایم جد تحصیحامونه و بالای ترشولد هم اینجوری بود که Q در واقع Nمون میشد منهای C اینورژن در VG منهای VT و این سی اینورژنمون هم میدونستیم که اندکی میتونه از سی در واقع اکسایدمون کوچکتر باشه، به چه ترتیب اونا شد دیدیم. با این تفاصیل که اگر شما در واقع بار رو اینجوری تابع جریان بگیرید، تابع ولتاژ گیت بگیرید، جریان هم یه همچین تابعیتی خواهد داشت و حالا برای تأکید بیشتر میتونیم LN جریان درین سورس و حالا لاگ مبنای 10 و بر حسب V گیت بکشیم، توی باز زیر ترشولد این رابطه خطی خواهد بود و بالای ترشولد در واقع اینجا LN خواهد بود که توی این LN لاگ خطی میشه و اینجا هم رابطه خطی خواهد بود که توی LN تقریبا در واقع فلت میشه. لذا ما یک مثلا آیا آن میتونیم داشته باشیم اینجا چی شد؟ یک ببخشید، یک آیه آن داشته باشم، حالا بذاریم مثلا VDD و یه پارامتر دیگه به اسم آیه آف میتونید داشته باشید و در واقع میدونید که اینجا این مشخصه جریان اینجاتون ساب ترشولد متناسب میشه با ای به توان کیو وی جی اس منهای وی تی روی ام کی تی، در واقع شکل بارتون داره تعیین میکنه و اینجا هم جریان آنتون میدونید متناسب با وی دی دی منهای ولتاژ ترشولد هست و در واقع اینجا به این معنیه که بارهاتون تو این ناحیه متناسب بودن با ای به توان کیو فی اس به کی تی و فی اس رو اینجوری تونستیم به حسب این بمیسیم، یا از اینکه فی اس بود وی گیت سورس امام در واقع استفاده کردیم و اینو نوشتیم. حالا اگر از این رابطه مشتق بگیرید شما میتونید نشون بدید که روند لاگ مبنای ده آی دی اس به روند در واقع
VGSتون رو مشتق بگیرید. حالا اگر این برعکس اینو سابترش رو سوین تعریف کنیم که اینجوری تعریف کردن، این میشه یه LN 10 در KTQM در M، از این رابطه مشتق بگیرید. و این اون ترمی هست که KTQM اگه تو LN 10 ضرب کنید میشه 60 میلی ولت پر دیکید، حالا با این تعریفی که اینجا کردیم از SS، و در واقع یه فاکتور M توش ضرب میشه. حالا توی دیوایس های امروزی اگر مثلا بریم به سمت فولی دیپلیتد SOI، این میتونه دقیقا M1 بشه، از M میتونه بره تا 1، یا اگه بالک باشه مثلا بد بشه دیگه نولوت 1 و 4. لذا این سابترشو سوینگ اون برای دیوایس های خوبمون 60، برای دیوایس های بدمون یه چیز شاید رنج 100 میلی ولت پر دیکیده یا همچین چیزی اگه تو ذهنتون باشه. خب من راجع به جلسات اول راجع به در واقع پاور دیسیپیشن صحبت کردم و چقدر مهمه و اینکه پاور با 1/CVD نسبت داره و تنهایی که اینو کم کنیم پاور سوئیچینگ ها، اینکه VDD رو کم کنیم. و حالا VDD رو می‌خوایم کم کنیم، باز تنهایی اینه که در واقع همزمان باش VT رو کم کنیم. حالا شما اگه ولتاژ ترشولد اینو بخواید کم کنید، هر چقدر ولتاژ ترشولدتون کم کنید، آیا آفتون به صورت نمایی زیاد میشه. تنهایی که بتونید آیا آنو حفظ کنید، آیا آف هم حفظ کنید و ویدیدین رو کم کنید، اینه که حالا خطتون با همون در واقع مشخصه بتونه سابترش و سوینگ کوچیک‌تری داشته. برای این خیلی خیلی مهمه که بتونیم به در واقع سابترش و سوینگ های پایین تر برسیم. حداقل در روش استاندارد دیوایسی که داره دیفریفیوژن اینجوری کار میکنه نمیتونیم دیگه زیر 60 میلی ولت پر دیکید بدیم. میشه مکانیزم جریان تانلینگ باشه و یا میشه مثلا خازن منفی داشته باشه. شما اگه در واقع خازن گیتتون رو کاری کنید که اپسیلون آر منفی داشته باشه، حالا فاکتور امتون میتونه کمتر از یک هم بشه، فاکتور خاطرتون باشه یک به اضافه سی دی به سی اکساید بود، حالا اگه سی اکساید منفی داشته باشه در واقع میتونه ام کوچکتر از یک داشته باشه. این به معنی این از این. و حالا جریان آفتون دقت کنید که جریان آفتون چطور نمایی با وی جی اس منای وی تی نسبت داره، در واقع با VGS MNIVT نمایی نسبت داره، و جریان آنتون خطی با در واقع VGS MNIVT. لذا میشه نشون داد که بدیهیه که یعنی LN جریان آفمون یک رابطه خطی داره با جریان آن. حالا مثلا یه فاکتور C1 به اضافه C2 بگم، اینو در واقع جز فاکتورهای مهم منحنی بذارید، یه تکنولوژی بذارید یه منحنی خدمتتون بیاد. خب این منحنی که میبینید داره LN جریان آف و بر حسب جریان آن نشون میده، حالا جریان آن واحد طول و اینم LN جریان واحد طول، و میبینید که در واقع هزینه این که بخوایم در واقع جریان آن بزرگتری داشته باشیم توی یک دیوایس اینی که به صورت نمایی جریان آف بزرگتری داشته باشیم. و در واقع چون در واقع پاور دیسیپیشن مهمه، ما مسیری که تو تکنولوژی رفتیم این وری بوده، در واقع به خاطر اینکه در واقع مجبوریم جریان آف های کوچکتری داشته باشیم، معمولا تحمل کردیم که جریان آن های کوچکتری هم داشته باشیم. و خیلی خوب، این در واقع نکته اساسی این بود. و حالا اگه این مدل بخواد مدل صفر تصحیح بشه، باید این ملاحظات توش لحاظ بشه، یعنی سابترشل سوینگ و داستانه این چنینی رو بهش اضافه کنیم که اینا به این دلایل خیلی خیلی مهم بودن. حالا یه پیپر قدیمی است از آقای رایت، بگم CT رایت، توی ژورنال الکترون دیوایس 1985، که یک مدل در واقع امپریکال برای بارها داده که هم ساب ترشولد رو مدل کنه هم اباب ترشولد رو. دقت کنید، این برای اینه که میخوایم یه مدل ساده داشته باشیم اولا، و هر چیزی که یک تابع پیوسته بهمون بده که در واقع دیگه نخواهیم هی دو ضابطه ای تعریفش کنیم، احتمالاً از این نظر بهمون کمک کنه. حالا رابطه‌ای که تو این پیپر هست اینجوریه، من این رابطه رو میگم و بعد میگم چرا با در واقع نتایجی که ما به دست آوردیم خیلی متفاوت نیست. این QN GS و منفی C inversion در M KT QM LN 1 به اضافه E به توان Q VGS منهای VT تقسیم بر MKT مدل کرده. حالا دقت کنید، اگر ساب ترشولد باشید، یعنی VGS تون خیلی از VT کوچکتر باشه، اینجاها باشید، برای اینجاها میشه نشون داد که LN یک کمیت کوچیکو
یک به اضافه یک کمیت کوچیک و این کمیت کوچیک میشه، دقت کنید. الین یک به اضافه یک کمیت کوچیک میشه با اون کمیت کوچیک تقریب زد. لذا این رابطه سبز رنگی که اینجا نوشتم توی این رژیم تبدیل میشه به سی اینورژن ام در کیتی کیوم ای به توان کیو وی جی اس منهای وی تی تقسیم به ام کیتی. اولا این فاکتور ام در واقع ملاحظات تودی و اینا رو در واقع یه جوری لحاظ کرده و تنها در واقع فرقش با اون مدلی که در واقع رابطه‌ای که ما به دست آوردیم اینه که این فاکتور اینجا در واقع به جای ام ام ان های یک ام در سی اینورژن. و حالا خیلی مهم نیست اگر از این در واقع خطایی که اینجا داریم بگذریم. ببینید برای این قسمت این رابطه چی میگه. اگر باز ال ان شما یک به اضافه x رو داشته باشید و x خیلی بزرگ باشه میشه همون ln x، در واقع این رابطه میشه ln e به توان این، ln e به توان این فاکتور میشه خود اون فاکتور، پس میشه mktq میاد اینور با m زده میشه و رابطه در اینجا دقیقا میشه همون من های c inversion در vgs من های vt که دقیقا همینه. این رابطه هم دارم میگم تنها تفاوتش تو این فاکتور m یا n من های 1. اگر از این بگذریم یک رابطه‌ای داریم که داره QN رو هم توی ساب ترشولد هم اباوت ترشولد مدل می‌کنه. کاری که مدل در واقع ویژوال سورس MIT کرده اینه که از این استفاده کرده و تو این رابطه به جای در واقع QNی که تو این بند دو داره میاد QNشو تصحیح می‌کنه. QNی می‌نویسه که هم زیر ترشولد هم بالای ترشولد بتونه در واقع اینو مدل کنه. لذا من یه وقفه میخوام که بتونم این در واقع لول یک و کامل بتونم اینجا خدمتتون بنویسم. خب که اگر خلاصش رو اینجا بنویسم ایناست. دقت کنید که روابط نسبت به لول صفر تغییر نکرده. تنها تغییری که کرده اینه که در واقع معادله بارمون این QN حالا رابطه ای نوشتیم که در واقع QN رو فقط بالای ترشولد حساب نمیکنه. QN در واقع اینورژن رو در واقع اینورژن رو فقط حساب نمیکنه. QN رو داره در واقع کامل حساب کنه. فقط یه نکته یه پارامتر جدیدی تو این QN هست و یه توضیحاتی هم داره که من ازش رد میشم. در واقع شما ولتاژ ترشولدتون رو دیبل حساب میکنین. ولی من خدمتتون گفتم اگر در واقع VDS تون کم باشه یا VDS تون زیاد باشه VT تون عوض میشه. این در واقع دیبل نشون میده. اما اگه با دیتیل بیشتری شما ولتاژ ترشولد رو نگاه کنید، ولتاژ ترشولدتون توی در واقع استرانگ اینورژن و ویک اینورژن هم در واقع تغییر میکنه. اگه این تغییر رو بخواید مدل کنید این پارامتر آلفا و حالا فرمی فاکتوری که اینجا هست داره در واقع اینو توصیف میکنه. من اون ترم رو واگذار میکنم به همین در واقع مقاله آقای خاکی فیروز و میتونید اونجا رفرنس رو در واقع دنبال کنید اگه علاقه داشتید. خیلی چیز مهمی نیست، فقط بحث اینه که این ولتاژ ترشولد اینجا رو در واقع بجز این ترم دیبل یه ترم دیگه هم داره آلفا داره توصیفش میکنه. پس یک در واقع پارامتر آلفا اینجا اضافه شد تو این مدل نسبت به اون مدل قبلی. یک پارامتر ام اضافه شد، این پارامتری که اضافه شد که همش مربوط به توصیف بار پایین و بالای ترشولد. بقیه هیچی عوض نشد، یعنی هنوز یک تابعی داریم که داره این تابع اف ستمون داره یک در واقع یک جوری اسموت میکنه این دوتا فانکشنی که تو این دو حد داریم و یک پارامتر بتا داره این کار برامون انجام میده، یه امپریکال پارامتری که پیچ تنظیمه. بقیه هیچ عوض نشده. حالا دو پارامتر جدید به اون 8 پارامتر قبلی فرمول در واقع رابطه اون اضافه کنیم. یک مدل 10 پارامتر داریم که داره در واقع زیر و بالای ترشولد رو دیوایس رو به خوبی توصیف میکنه. در ادامه درس حالا این مدل رو تکمیل میکنیم. من این قسمت رو تقریبا تموم کردیم، یعنی مدل چارج رو تقریبا تموم کردیم. خواهیم پرداخت به در واقع مدل سازی دقیق تره در واقع این متوسط سرعت. خیلی خوب، خسته نباشید.